ضرورت واضح است که برای مرحله دوم ما مشوره را انجام بدیم که شروع کار از امیج شروع میشه. نقشه ایران ما برای رسیدن به صلح چیست؟ و در رسیدن به این به هدف نهایی کدام قدم ها برداشته میشن؟ تا چه حد ما حاضر به قربانی هستیم؟ برگزاری اولین جلسه شورای عالی مصالحه افغانستان بعد از 8 ماه تأخیر. رهبران افغان خواستار برقراری آتش‌بس شدند. در 60 دقیقه امشب از معاون شورای عالی مصالحه ملی میپرسیم که با آغاز به کار این شورا کار صلح به کجا رسیده؟ چه کسی حرف آخر را میزند؟ و از یک عضو مجلس نمایندگان میپرسیم که با این شورا و این هیئت آیا گفتگوهای صلح به جایی میرسد؟ همچنین در برنامه امشب هم صدای اروپا با آمریکا درباره لزوم رسیدن به توافقی فراگیرتر از برجام. وزیر خارجه آلمان میگوید بازگشت به شکل کنونی توافق هسته‌ای کافی نیست. در بحث امشب میپرسیم که خواسته های طرف مقابل ایران چقدر روشن است و واکنش تهران چه خواهد بود. ادعای رسانه‌های اسرائیلی درباره محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای ایران، سالها پیش به دنبال ساخت 5 کلاهک اتمی بود. و آغاز واکسیناسیون کووید 19 در روسیه. افغانستان از توزیع مرحله به مرحله واکسن خبر داد. ایرانی ها همچنان در انتظارند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در افغانستان شورای آغاز به کار کرد که مأموریت اصلی آن رسیدن به صلح است. آرزوی 40 ساله برای افغانها. شروع کار با اعلام خبر شکستن یک بن‌بست همراه بود. توافق میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان بر سر چارچوب کلی مذاکرات. بحث و جدل‌هایی که در دوحه قطر نزدیک به 3 ماه طول کشید. ولی مشکلات از گلایه‌های شرکت کنندگان در نشست افتتاح شورای عالی مصالحه ملی معلوم بود. نشستی که در ارگ ریاست جمهوری در کابل برگزار می‌شد. بعضی از ترکیب شورا ناراضی بودند و بعضی فهرست آن را ناقص می‌دانستند. چهره‌هایی می‌گفتند که نقشه راه در گفتگو با طالبان روشن نیست. حرف از اجماع برای صلح هم در میان بود، ولی با تعدد مراجع فعال در زمینه صلح در افغانستان، حرف آخر را چه کسی می‌زند؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از علی حسینی. شناخته ترین چهره های سیاسی افغانستان جمع شدند تا تصمیم بگیرند در برابر طالبان و پشت میز مذاکرات چه بگویند. پس از حدود 8 ماه در اولین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی. حال از جلاد ما به محترم دکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری جمهوری اسلامی. آقای غنی گفت ضرور است که با مشوره و با تدبیر پیش بروند. ضرورت واضح است که برای مرحله دوم ما مشوره را انجام بدیم که شروع کار از امیج شروع میشه و به دقت انشالله تعالی و با مو متانت و تدبیری که پیش رفتیم باید پیش بریم. شرایط باید تحلیل شود. تغییر شرایط دوامدار است و در یک حالت متحول ما باید همیشه دقت داشته باشیم. عبدالله هدف شورای تحت رهبریش را دفاع از ارزش‌های ملی افغانستان عنوان کرد و کارویژه شورا را پاسخ دادن به این سؤال‌ها دانست. نقشه ایران ما برای رسیدن به صلح چیست؟ و در رسیدن به این به هدف نهایی کدام قدم‌ها برداشته میشن؟ تا چه حد ما حاضر به قربانی هستیم، حاضر به ایستیم که با روحی همدیگر پذیری با ندای بر حق مردم افغانستان که رسیدن به صلح است جواب قناعت بخش بدیم. دوستانو صلح لزوم اجماع ملی در مذاکرات صلح کلیدواژه نشست امروز بود که بارها به آن اشاره شد. عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی گفت نگذارید که از داخل بشکنیم. بیاین که صف داخلی خود مستحکم بسازیم. دولت با اینمی مردم خود خوب معلوم بشه و این مردم با دولت خود خوب معلوم بشه. به تنهایی شما هم هیچ هستین، ما هم هیچ هستیم و ملت را خدا نخواسته در شمار هیچ ندیم.
من یقین دارم که ما از داخل نشکنیم، از بیرون ما را کسی کستانده نمیتون. ما به ایمان دارم، بیاین نگذاریم که ما از داخل بشکنیم. محمد یونس قانونی، معاون اول ریاست جمهوری در زمان آقای کرزی هم گفت شورا باید همشمول باشد و روند صلح نیز فراتر از جناح بندی های سیاسی دیده شود. این بحث صلح نه صرفاً کار دولت افغانستان و نه صرفاً کار شورای عالی مصالحه است. قضیه ملی است. پیشنهاد میکنیم که این قضیه ملی را از حوزه دو تیم انتخاباتی گذشته بیرون بسازیم، به مردم افغانستان تعلق بدیم. یکی از وظایف این شورا توحید دیدگاه در داخل افغانستان و ارائه آن به هیئت مذاکره کننده دولت در پشت میز مذاکره با طالبان در دوحه است. توحید نظر و دیدگاه میانی اول میان خود ما شما بسیار ضرورت است. اینمیال من نمیدونم جناب رئیس اردو، رئیس بای محترم، هم رئیس به جمهور و هم رئیس به شورای عالی مصالح ملی، یک استقامت مشخص و معین و شاید اگر شده باشه ما در جریان نیستیم، یک برنامه مدون و تدوین شده در اختیار ما نیست که ما با موس اقامت بریم، در مصاحبه دادن خودم متوجه باشیم، در صحبت ها با شریکای بین المللی خودم متوجه بوده باشیم که استقامت ما روشن بوده باشه که او مبتنی و استوار بر منافع ملی و کشوری ما بوده باشه. مبارزه با تروریسم، امنیت. وزیر خارجه افغانستان نیز گفت که آغاز کار شورای عالی مصالحه ملی اطمینان خاطر به همکاران بین المللی و در جهت گسترش اجماع بین المللی بر سر صلح است. ولی نباید تشکیل و حفظ اجماع منطقوی را در جهت صلح و مقصد نهایی صلح نادیده بگیریم. او اجماع مشروط و منوط به اجماع و وحدت ملی ما است. حالا پس از نهایی شدن کارشیوه مذاکرات توقع میره که هیئت‌های دو طرف در قطر هر چه زودتر موضوعات مورد بحث را نهایی کنند تا مذاکرات وارد مرحله جدیتر، پیچیده‌تر و جنجالی‌تری شود. از دید دولت افغانستان مهمترین موضوع برقراری آتش‌بس سراسری است. جنگ افغانستان روزانه قربانی می‌گیرد، از هر دو طرف جنگ و از غیر نظامی‌ها. لزوم پایان دادن به این جنگ مرگبار همدیگر پذیری است. این شعر مشهور پشتو می تواند بخشی از نقشه راه صلح افغانستان باشد. و به گفته مشاعر که کتابای چیزایم اوزاوایم چیزایم نبتهی نبزایم. اگر تو بگویی که منم و منم بگویم که منم، نه توی و نه منم. و اگر من بگویم که توی و تو بگویی که توی، هم توی و هم منم. علی حسینی، بی بی سی، کابل. از اسدالله سعادتی، معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، درباره جزئیات توافق طالبان و هیئت مذاکره کننده دولت در دوحه قطر پرسیدم. نخستین قدمی که هر دو تا هیئت سرش کار را آغاز کردند، در واقع یک سندی بود که نحوه کار و اصول مشترک برای پیشبرد جلسات را تنظیم میکرد، یعنی طرز العمل پیشبرد کار که بخش اعظم از او مسائل شکلی بود و هست، در 21 ماده تنظیم شده، ولی بعضی مسائل مهمتری هم در اونجا وجود داره، از قبیل اینکه یک سکرتریت مشترک باید داشته باشه هر دو تا هیئت گفتگو کننده، محرمیت مباحث مطروح به یک شکل محفوظ باشه و هر دو طرف ملزم به یک سلسله اصول باشه در این رابطه، و همچنین احترام متقابل در جریان گفتگو وجود داشته باشه، یک تعهد پایدار و یک ثبات برای گفتگو در نظر گرفته شوه، و همچنین دو تا موضوع جنجالی که بسیار عام شد و همه میدانن از قبیل چارچوب گفتگوها و مسائلی که اختلافات را در جریان گفتگوها حل میکنه. به این دلیل وقتی سند پاس شد و تصویب شد، به یک تعبیر گفته میشه که ما از یک مرحله مقدماتی عبور میکنیم به مرحله اصلی و محتوایی میرسیم که او تهیه اجندا برای
گفتگوهای صلح هست که او هم امروز آغاز شده. معلوم هست که اولین بحثی که در گفتگوها بین دو طرف مطرح میشه برای اینکه توافق حاصل بشه چیه؟ ما حدس خودم ای است، هنوز کمی زود است، به عنوان اطلاعات دقیق نمیشه گفت. حدس ما ایست که باید مجموعه از موضوعات عمده و کلان را اونا من حیث اجندا سرش توافق بکنه، یعنی قبل از اینکه بیای سری آتش بس بحث بکنه. ممکن است شیوه بحثی باشه که آتش بس به عنوان فرض مثال میگم به عنوان یک موضوع مهم جزء اجندا باشه و موضوعات مهم دیگری که طرفین در آینده نیاز داره سر از نو بحث بکنه، اولی موضوعات عمده شناسایی شوه، سرش توافق صورت بگیره، اجندا تهیه شوه و بعد در واقع یک مرحله سوم دیگه میتونیم بگویم آغاز شوه که باست سر هر بخش اجندا و سر هر موضوع مهم اجندا گام به گام برای توافق بحث شروع شد. آقای سعادتی، پس نقش شورای عالی مصالحه ملی اینجا چیه؟ شورای عالی مصالحه ملی چه نوع ارتباطی با مذاکره کنندگان خواهد داشت؟ خب شورای عالی مصالحه ملی یک آدرس کلان ملی است برای مجموع رهبری کلان صلح، پروسه صلح، پالیسی ها و سیاست های مربوط به صلح، حمایت از هیئت گفتگو کننده و احیانا تصویب بعضی موضوعات مهمی که سر میز در اونجا به صورت مشروط احتمال دارد توافق شود و او موکول شود به تایید و تصویب مرکز. اینا کارهای عمده است که شورای عالی مصالحه ملی پیش خواهد بود. وقتی حرف از یک نهاد ملی کلان هست، امروز در آغاز مراسم افرادی معترض بودن، میگفتن که مثلا فهرستی که وجود داره فهرست کاملی نیست. مثلا آقای کرزی حتی چند تا اسم بردن، یا آقای قانونی هم چنین اشاره‌ای کردند. خب ما تا حد زیادی نپذیریم، مشکلات کمبیش وجود دارد، تأخیر بسیار طولانی هم صورت گرفت، در واقع کوششی بود برای کم ساختن و کاستنی این نواقص و خلاها، تا جای موفق شدیم، تا جای هم هنوز نیاز به کار داره. من اطمینان دارم که کارهای ما ادامه پیدا خواهد کرد تا بعضی مسائل خردوریزی اگر در حاشیه مانده اونا هم رفع و رسو بشه. هیئت مذاکره کننده یک طرف، بعد ما شورای عالی صلح داریم، بعد شورای عالی مصالحه ملی هست، وزارت خارجه افغانستان هست، نهادهای متعدد دیگه. چقدر صلاحیت ها و اختیارات از طرف شورای عالی مصالحه ملی روشن هست؟ به این معنا که چه کسی تصمیم گیرنده است؟ رئیس جمهور، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، رئیس هیئت یا افراد دیگر؟ ما در سطح کشور یک نهاد داریم، نهاد مشروعی که بحث صلح را مدیریت و حمایت میکنه، به صورت نهایی میتونه مباحث را پیگیری بکنه و تصمیم بگیره، مگر اینکه خودش دوباره تصویب بکنه که بعضی از تصمیم های کلان به تصمیم و تصویب نهادهای کلانتری به همه پرسی، به لوی جرگه و اینا ارتباط میگیره. در غیر از زود کشور شورای عالی مصالحه ملی حرف اول و آخر را باید در مورد صلح اصولا بزنه. بله. و وزارت دولت در امور صلح نهاد تسهیل کننده است و حیثیت دارالانشا را داره برای شورای عالی مصالحه ملی و ریاست جمهوری نمایندگان با صلاحیتشان، معاونینشان و وزارت وزیر خارجه و بخشی از اون نمایندگان در اینجا عضویت داره. بنابراین این نهاد مرکب است از همه نهادها به شمول نهاد ریاست جمهوری و قاعدتاً باید تصمیم اول و آخر بگیرد. اسدالله سعادتی بود، معاون رئیس شورای عالی مصالحه ملی. حبیب الرحمن پدرام، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، هم از کابل با ما هستند. آقای پدرام، از نظر شما کار این شورا چقدر تسهیل کننده صلحه؟ آقای پدرام، صدای من رو میشنوید؟
متاسفانه صدای من رو نمیشنوند آقای پدرام. تلاش میکنیم که مشکل ارتباط رو حل بکنیم. آقای پدرام صدای من رو میشنوید؟ بله الان شنیدم. بله آقای پدرام، کار این شورا چقدر تسهیل کننده امر صلح در افغانستان؟ بله آقای پدرام الان صدای منو میشنوید؟ متاسفانه جناب موسوی من صدای شما را ندارم. در کابل باران میباره و کیفیت اینترنت احتمالاً به خاطر همین پایین آمده. نمیدونم شما مرا میشنوید یا نه. من شما را نمیشنوم. ما صدای شما رو داریم. من یک بار دیگه سوالم رو تکرار میکنم به این امید که ارتباط برقرار بشه. صدای من رو بشنوید. آیا این شورا، آغاز به کار این شورا تسهیل کننده صلح هست از نظر شما؟ امیدوارم پرسش شما را متوجه شده باشم. نفس برگزاری بزرگان سیاسی افغانستان و افتتاح شورای عالی مصالحه امری مثبته و برای مردم رنج دیده افغانستان شاید خوشایند باشه، اما عملکرد رئیس جمهور غنی هم در دوره گذشته و هم در دوره کنونی ثابت کرده که حرف آخر آقای غنی میزنه. این که آیا این شورا بتانه در امر آشتی ملی و آوردن صلح به افغانستان مؤثر باشه هنوز ما نمیتونیم چندان داوری داشته باشیم. برمیگرده به این که رئیس جمهور افغانستان به این شورا چقدر صلاحیت بده. آن چیزی که ما تا کنون دیدیم مثلا همون ضرب المثل مشهوره که اگر این مکتب است و ملا این حال طفلان خراب میبینند. متاسفانه عملکرد رئیس جمهور افغانستان تا کنون طوری بوده که نمیخواسته مدیریت و کنترل اوضاع صلح از دستش بیرون بشه. برای همین برگزاری اولین نشست قریب به 8 ماه به تاخیر افتاد. چه ایرادی میبینید در این که در نهایت تصمیم گیرنده رئیس جمهوری افغانستان باشه؟ نظر میاد که تأخیر در ارتباط ما خیلی زیاد هست. فکر میکنم با تأخیر صدای من رو میشنوید. در هر صورت شما گفتید که آقای غنی به هیئت اجازه کار رو نمیده، تصمیم رو خودش میگیره. چه اشکالی داره؟ آقای غنی در هر صورت رئیس جمهور قانونی افغانستانه. شما خبر داریم که بعد از جنجال‌های فراوانی که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ایجاد شد، قدرت بین آقای غنی و آقای عبدالله تقسیم شد. این قدرت شامل خیلی از بخش‌های جدی حکومت شده، از جمله کابینه. مثلا از 24 نفر عضو کابینه ای که 25 نفر عضو کابینه ای که در روزهای گذشته به مجلس نمایندگان معرفی شد، 11 تنش از سوی آقای عبدالله معرفی شده بود. بر سر در نتیجه همین تقسیم قدرت، شورای عالی مصالحه و مدیریت و کنترل صلح و آشتی افغانستان با آقای عبدالله سپرده شد که آقای عبدالله شورای مصالحه را تشکیل بده و مدیریت صلح و آشتی افغانستان را کاملا به دست بگیره، چیزی که متاسفانه تاکنون اتفاق نیفتاده و آقای عبدالله هم در عمل نتوانست ثابت کنه که میتواند شورای عالی مصالحه را کنترل بکنه. ما در این بحثی نداریم که آقای غنی رئیس دولته،
اما بحث بر سر این است که متاسفانه صلح افغانستان میدان جنگی برای قدرت، برای بقا در قدرت از سوی سیاستمداران افغانستان از جمله رئیس دولت افغانستان آقای غنی شده. اگر که نیتها پاک باشه و اگر که این عملکرد سیاسیون در گذشته ثابت کرده باشه که اونها به سمت تقسیم قدرت میرن، به سمت حتی رها کردن قدرت میرن، شاید بحث چندانی نبود. اما آن چیزی که ما در گذشته دیدیم، متاسفانه تحلیل های کنونی ما بر گذشته مسبوق به سابقه. متشکرم، ممنونم از حبیب الرحمن پدرام، عضو مجلس نمایندگان افغانستان از کابل و با پوزش به دلیل اینکه خط ارتباطی ما با مشکل همراه بود. در ایران شورای عالی امنیت ملی میگوید قانون جدیدی که دولت را ملزم به تشدید فعالیت‌های هسته‌ای می‌کند و به بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاتمه می‌دهد، مسئله خاصی برای مصالح کشور ایجاد نمی‌کند. قبلا حسن روحانی رئیس جمهوری گفته بود این قانون عجولانه و دور از خرد ورزی وضع شده. از طرف دیگر بعضی مقام‌های کشورهای غربی از جمله وزیر خارجه آلمان از نیاز به توافقی جدید و فراگیرتر از توافق هسته‌ای با ایران سخن گفتند. کسرا ناجی در گزارشش میگوید در این شرایط کار پایان دادن به تحریم‌های آمریکا دوچندان دشوارتر شده. مرگ بر اسرائیل. سه‌شنبه گذشته مجلس دولت را ملزم کرد که فعالیت‌های غنی‌سازی‌اش را بلافاصله تشدید کند و اگر تا دو ماه دیگر تحریم‌ها برداشته نشود، همکاری‌ها با آژانس را به حداقل برساند. عملاً خروج از برجام. بازی یک طرفه پایان پیدا کرده. به نظر میرسد تندروها حالا به جای آنکه راه را برای دیپلماسی و برداشته شدن تحریم ها باز کنند، راه را بستند. با هم مشورت کنیم، با هم هماهنگ باشیم. مصوبه مجلس که همون فردایش بعد از تصویب شورای نگهبان برای اقدام به عنوان قانون به دولت ابلاغ شد، واکنش تند رئیس جمهوری را به دنبال داشت که آن را عجولانه و دور از خرد ورزی توصیف کرد. هیچ عجله نکنیم برای اینکه مسئله رو می‌خوایم حل کل نشیم. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره برخ حالا دبیرخانه شورای امنیت ملی، شورایی که رئیس جمهوری ریاست آن را به عهده دارد، با صدور اطلاعیه عجیب از دولت انتقاد کرده است. علی شمخانی دبیر شورا در این اطلاعیه نوشته است قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند. آنچه مورد نگرانی است همین جنجال هاست. او نوشته هشدار می دهیم که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور بازیچه دست سیاست بازان قرار بگیرد. اشاره به دولت. متاسفانه عملیات بسیار پیچیده ای بود. گفته شده که آقای شمخانی که به عنوان یکی از سیاستمداران نسبتاً میانه رو شناخته میشد، حالا نیم نگاهی به کاندید شدن در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری دارد. انتخاباتی که شواهد نشان می‌دهد تنها تون روها میدان داران خواهند بود. مصوبه مجلس دولت را ملزم می‌کند که تا دو هفته بعد از شروع ریاست جمهوری جو بایدن به همکاری‌های داوطلبانه ایران با آژانس خاتمه بدهد. مدت زمانی که فرصتی برای دیپلماسی و مذاکره و گفتگو نمی‌گذارد و عملاً نمیتواند برگ برنده‌ای در مذاکراتی باشد که وجود ندارد. مصوبه مجلس پیامد دیگری هم داشته. تقویت این نظر که برجام دیگر فایده‌اش را از دست داده است. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته است با توجه به بی‌اطمینانی به ایران باید به توافقی فرای برجام فکر کرد که تهدیدهای موشکی ایران و نقش ایران در منطقه را هم در بر بگیرد. چیزی که او میگوید با وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا در میان گذاشته است. در این مذاکراتی که دارد تهدیدهای موشکی ایران و فعالیت‌های شبه نظامیان تحت فرمان ایران در منطقه در همان هنگام مذاکرات هسته‌ای مد نظر بود. اما قدرت‌های بزرگ امید داشتند که با توافق هسته‌ای راه برای توافق‌های دیگر هم که همسایگان ایران و کشورهای منطقه را آسوده خاطر کند ممکن شود. چیزی که در همان هنگام رهبر ایران به آن اشاره داشت. حالا این یک تجربه خواهد شد. اگر طرف مقابل از کج‌تابی‌های معمولی خودش دست برداشت، این یک تجربه برای ما میشه. خیلی خوب، پس میشود در یک موضوع دیگر هم مذاکره کرد با اینها.
حالا همین امروز این وزیر خارجه عربستان شاهزاده فیصل بن فرهان در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه او تاکید کرد که اگر قرار است به توافق هسته‌ای برگشته شود آن توافق باید چیزی به مراتب فرای توافق هسته‌ای باشد. او گفت اگر قرار است مذاکره‌ای صورت بگیرد این کار باید با مشورت عربستان سعودی و کشورهای منطقه صورت بگیرد که امنیتشان در میان است. حمله تابستان سال گذشته به یکی از بزرگترین تأسیسات هسته‌ای عربستان که ایران متهم آن است معادلات امنیتی را در منطقه تغییر داده است. ایران نشان داده است که تهدیدی است برای همسایگانش و شاید برای دنیا. کسری نجی، بی بی سی. مجید گلپور محقق و کارشناس روابط ایران و اروپا از پاریس با ماست و همینطور علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو کانادا. سوال اول از آقای گلپور میپرسم، حرف از بازگشت به برجام ولی نه برجام قبل از دونالد ترامپ، آیا طرفهای مقابل ایران به چیزی غیر از یک توافق جدید تن میدن؟ بستگی داره. برای اروپا به لحاظ برگشت به برجام، برای حفظ این برجام با اضافه کردن چند تبصره مهم به خصوص در مورد فعالیت‌های موشکی منطقه‌ای ایران، اینو باید تأکید گذاشت، فعالیت‌های موشکی درون مرزهای ایران مسلما اروپا به این هیچ نظر مذاکره‌ای نداره، ولی تمام فعالیت‌های موشکی که خارج از مرزهای ایران شاه خودشونو دارن گسترش میدن مد نظر اروپاست، و نیز فعالیت‌های مشروع اقتصادی، تمام مکانیزم اقتصادی برجام، مدل اقتصادی برجام مورد تایید اروپا روی فرمول مشروعیت داد و ستد، یعنی داد و ستدهای اروپا احتیاج دارن، به خصوص دولت‌های اروپا امروز در مقابل کارخانه‌های اروپایی این مسئولیت رو دارن که مشروعیت داد و ستدها رو برایشون مهیا کنن، و امروز اروپاییان میگن ما فعالیت خیلی زیادی کردیم و این سکسو برخلاف اون چیزی که در ایران گفته میشه هیچ فعالیتی نشده و کاری نکردن، برای اروپایی‌ها تلاش بسیار زیادی بوده برای مشروع کردن این فعالیت‌ها، و متاسفانه می‌بینیم با قرار گرفتن جمهوری اسلامی در لیست سیاه FATF امروز این مسئله حاد اروپاست. آقای نامور حقیقی شما چی فکر میکنید؟ حرف از یک برجام جدیده که حالا خیلی هم فرقی با توافق جدید نخواهد داشت؟ با سلام خدمت شما بینندگان عزیز و جناب آقای گلپور، ببینید برجام مشکلاتی داشت، نقایصی داشت، از جمله اینی که به هر حال مسئله غنی‌سازی، حفظ غنی‌سازی که ایران میخواست اون رو حفظ کنه که تا حالا 2,000 میلیارد دلار بهش خسارت خورده، در ازای حفظ اون غنی‌سازی چندان چیز زیادی گیرش نیومد، مضافاً برای این که مشخص نشده بود که اگر آمریکا خارج میشه چه هزینه‌ای میپردازه. هزینه خروج آمریکا بسیار ساده بود و به خاطر همین هم آقای ترامپ خیلی ساده اومد بیرون. این از مشکلات برجام بود و مشکلات دیگه‌ای که تا حالا باهاش روبرو بودیم. اما چند تا نکته در مورد صحبت آقای گلپور و اروپا. ببینید اگر بخواد مسئله دیپلماسی اجرا بشه و اروپا واقعا نگران بحرانی است که در خاورمیانه است، چون سرریز شدن بحران خاورمیانه، هر نوع درگیری بیشترین ضررش رو به اروپا میزنه، به اقتصاد بحران زده که بعد از کرونا ایجاد شده، بنابراین اروپا بایستی توجهش باشه و تمام تلاشش رو بذاره برای حل موضوع و دیپلماسی. برای اینکه این کارو بکنه چند تا چیز رو باید در نظر گرفت. بایستی در مذاکره منافع دو طرف دیده بشه. نمیشود که اروپا به تمام همسایگان ایران سلاح‌های تهاجمی بفروشه، به ایران که سلاح نمیفروشه. هیچ آیا اروپا حاضر سلاح‌هایی بده که نیازهای دفاع ایران تامین کنه؟ نه. بنابراین اجازه میگه شما نفروشید، سلاح هم نداشته باشید، موشک هم که عنصر دفاعی نداشته باشه. بنابراین اگر حاضر باشن در مورد مسائل دفاعی منطقه، ملاحظات امنیتی دفاعی منطقه در مورد ایران و کشورهای منطقه صحبت کنن، اون قابل گفتگوه. ولی فقط نمیشه شما در مورد یک کشور صحبت کنید. یه نکته. نکته دوم این که اگر این مذاکرات بخواد بر مبنای منافع دو خیلی توجیه باشه، طبیعتاً نشان حسن نیت داره. این استکس هم که آقای گلپور میگن، بفرمایید تا حالا چند ترنوور مالی داشته؟ کانال سوئیس هم ترنوور مالی نداشته. یا ما الان اروپایی‌ها اموال بانکی ایران رو فریز کردن، آزاد نمی‌کنن. یعنی اونا رو میتونن، حتی کالای پزشکی حاضر نیستن بده، پولایی که اونجا بوده که دیگه
انتقال داده شده که در ازای کالا پولی که الان تو بانک‌های اروپایی فریز شده حاضر نیستن کالای پزشکی بدن به ایران. این که دیگه ربطی به FATF نداره که. مسئله کلیدی این هست که اروپا میخواد چه نقشی بازی کنه. اگر نقش منفعل بازی کنه، چیزی که جلو آقای ترامپ بازی کرد، قطعاً مذاکرات صلح جایی نخواهد رسید. اما یه نکته من بگم، مسئله کلیدی اینه که اگر ایران از مزایای برجام استفاده کنه قطعاً خارج نخواهد شد. همینجوری هم که ایران خارج نشد، آمریکا خارج شد. اگه اروپایی‌ها برای حسن نیتشون در قدم اول بخشی از این مزایا رو برگردونن، با توجه به موقعیت اقتصادی، افکار عمومی جامعه و مسائل بلوک قدرت، به نظر من ایران، حکومت ایران مجبوره که برجام رو ادامه بده، هرچند که من معتقدم با حفظ غنی‌سازی مشکلات همچنان پابرجا خواهد. آقای گلپور، آقای نامور حقیقی میگن که باید بدبستانی صورت بگیره، ایران محدودیت ها رو بپذیره که چی به دست بیاره؟ ببینید، من بیشتر فکر می‌کنم صحبت سر مکانیزم عملیه و اون چیزی که امروز به نام برجام پلاس یا برجام این مقدار بیشتر از اون چیزی که امروز هست، چون این برجام اعتبار حقوقی و بین‌المللی خودش رو متاسفانه با کاهش یک جانبه تعهدات، نه صرفا توسط آقای ترامپ، همونطور که آقای نامور حقیقی که به درستی گفتن، بدون هیچ مشکل حقوقی بیرون اومدن، مشکل حقوقی داره برای ایران به وجود میاد. این کاش یک جانبه تعهدات از جانب جمهوری اسلامی الزام آوره و تا سطح برگشت تهدیدها به صورت اتوماتیک کار میکنه و اروپایی‌ها برای نشون دادن این خاصیت مکانیزم اتوماتیک از ژانویه، یعنی از شروع سال 2020، حساسیت خودشون رو به این ماشه و تواناییشون رو برای این نشون دادن. حالا مسئله حسن نیت فکر میکنم در درجه اول نمیتونه قرار بگیره. بحث اول اراده سیاسی طرفینه. اگر از جمهوری اسلامی ما امروز در یک اراده سیاسی واحد و یک اجماع نظری و عملی روشن بتونیم بفهمیم که این فرکسیون ها و جناهای گوناگون بالاخره چی میخوان، حاضر به دادن چی و گرفتن چی هستن، شاید مسئله اروپا تا... البته من گلپرونا خب حرفشون روشنه، میگن آمریکا از برجام اومده بیرون، برگرده به برجام. اونها فقط آقای ظریف هستن فعلا، یعنی اونها اگر نگاه کنین الان قطعنامه‌ای که در مجلس شورای اسلامی داره حکم قانون رو از خود همون رئیس جمهور میخواد بگیره، میگه ما غنی‌سازی رو تا سطح 20% حجم و میزان توانایی حتی بازرسان کارشناس آژانس بین‌المللی زیر علامت سوال می‌ذارم، میگن ما اجازه حتی ممکنه بازبینم. بنابراین این اجماع موجود نیست و این سیگنال‌های مختلفی که به اروپا میاد مسلما اروپا رو مصمم می‌کنه یک حرف مشخص بزنن که امروز این به صورت برجام پلاس خودش داره نشون میده. آقای نوور حقیقی، اگر حرف این باشه که برجام باید اصلاح بشه، چیزی به نفع ایران، چیزی هم به نفع طرف مقابل، آقای ترامپ حرفی غیر از این نداشت، اون میخواست که برجام تغییر بکنه، بهتر نبود که حکومت ایران مدتها قبل از این که کار به اینجاها بکشه میومد صحبت میکرد بر سر برجام؟ ببینید، اگر چیزی آقای روحانی هم گفت، اگر اینا بیشتر از برجام میخوان خب باید بیشتر بدن، چون تجربه نشون داده با آمریکایی‌ها باید نقد به نقد معامله کنی. مشکل ایران بوده در افغانستان موقعی که همکاری کرد باهاشون، بعداً در آزادی گروگان‌ها در سال 1370 همیشه نسیه در مقابل نقد معامله کرد. ما معامله با آمریکا باید نقد به نقد باشه. ببینید، ایران چند تا راهکار داره در این قضیه. اگر اینا بیشتر از برجام میخوان خب میتونن آفراشون رو بزنن روی میز. یکی اینه که اونا بگن اگر ایران غنی‌سازی رو تعطیل کنه، مثلا مثل کره جنوبی ما تکنولوژی ساخت نیروگاه هسته‌ای میدیم. این پیشنهادی بود به کره جنوبی مطرح شد. آقای دکتر میلانی و آقای هکس هم که یکی از بزرگترین دانشمندان اتمی آمریکاست، این مسئله نوشتن. خب آیا این ایران در مورد این قضیه چی فکر میکنه؟ اون خب سطح بازی رو عوض میکنه. به نظر میرسه حکومت جمهوری اسلامی با اینکه تا حالا 2000 میلیارد دلار خسارت خورده، به خصوص نهاد رهبری، به هیچ عنوان نمیخوان دست از غنی سازی بردارن. اگر ایران در این موضوع انعطاف داشته باشه، خب طبیعتاً میتونه شانس‌های بیشتری رو به دست بیاره. یه مکده. حالا فرض کنیم ایران میخواد غنی‌سازی رو حفظ کنه، چیزی که اونا میگن غروب هسته‌ای رو افزایش بده. خب آیا چه چیزایی رو میدن؟ در برجام تحریم معاملات دلاری حل نشده. این یکی. دومی که سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی آمریکا هم در ایران
حل نشده. بنابراین این پیشنهادی است، اگر میخوان فرض کنیم غروب هسته‌ای رو، یعنی غنی سازی رو با همین درجه پایینش که به نفع ایران هم نیست حفظ کنیم، فرض کنید اون موقع در ازاش چی میدن؟ آیا حاضرن اون دو، چون اگر سرمایه گذاری نفتی کمپانی آمریکایی رو در ایران لغو کنن، اون به معنی اینه که آمریکا کلا سیاستش رو عوض کرده. سوم، در مورد مسائل منطقه‌ای من هم معتقدم ایران باید مستقیم خودش با کشورهای عربی به خصوص عربستان مسائلش رو حل کنه. ولی فرضم اگه نشه هیچ اشکال نداره که اونها هم تو مذاکرات باشن، ولی این شامل دلنگرانی های ایران در مورد مسائل منطقه هم هست. یک طرفه نباشه. و از همه مهمتر اینه که اروپا و آمریکا به طور جدی در مورد سیاست های تهدید آمیز اسرائیل باید برخورد کنن، هرچند ایران هم باید سیاست ترک مخاصمه بدون شناسایی رو در مورد اسرائیل پیگیری کنه. آقای گلپور، من نکته ای که آقای نامور حقیقی گفت رو یک جور دیگه بیان بکنم. ایران زیر فشارهای خیلی شدیده، چیز زیادی به نظر نمیاد که برای باختن داشته باشه. چی میخوان به ایران ارائه بکنند که ایران در امیدوار بشه به حالا بازگشت به برجام یا حتی اضافه کردن تعلیقاتی به برجام که مسائل موشکی و منطقه‌ای رو شامل بشه؟ خب بسیار متشکر از این ساده کردن مسئله. ببینید، تا اونجایی که من فهمیدم و با رابطه‌ای که با پارلمان اروپا دارم و با کارشناسانشون در صحبتم، برای اروپا اصلا بحث در سطح داد و ستدی که ما داریم اینجا صحبت میکنیم نیست. اروپا به عنوان میانجی بالقوه که ایش از پیش داره بالفعل میشه، داره راه حل مسئله رو در ادامه همون کاری که در فرانسه صورت گرفت در بیاریتس، داره پیشنهاد میده به جمهوری اسلامی از فشارهای حد اکثری و دوران سخت و سیاهی که خود اروپا هم تا حدود زیادی در شکل باش موافق نبود، در شرایطی قرار گرفتیم که این فشارهای حد اکثری رو میتونیم تعدیل کنیم. بحث سر تعدیل این فشارهای حد اکثریه. یعنی شما میفرمایید که همین کاستن از فشار یک امتیاز به جمهوری اسلامی؟ حتما، حتما. اصلا بحث سر اینه. این که حالا در ایران در مجلس چه توهماتی چه بحثایی هست و چگونه جمهوری اسلامی با این پلکانهایی که دنده عقب به سمت بنبست داره جلو میده، اصلا بحث اروپا نیست. بسیار خوب آقای نامور حقیقی، به نکته جالبی رسیدیم. اروپا یا آمریکا لازم نمیبینن اونطور که آقای گلپور میگن امتیاز تازه‌ای بدن. اونها میگن که همین تحریم‌هایی که در حال خفه کردن اقتصاد ایران هست، همین ممکنه که کمی درش گشایش ایجاد بشه. این خودش در شرایط فعلی ایران کم امتیازی نیست. خب ببینید، این ملاحظات امنیتی رو اروپایی‌ها دست کم گرفتن، یعنی اشتباه محاسباتی میکنن. ببینید، اروپایی‌ها یا بایستی یک آفر خوب بدن بر مبنای اون چیزایی که میخوان، میگن آقا موشک در این مقدار، ملاحظات منطقه‌ای این مقدار، هسته‌ای هم این مقدار، مثلا غروب افزایش کنی، در ازاش ما این چیزا رو به شما میدیم، بیشتر به شما میدیم، ولی ملاحظات ما تامین شده. خب این یک آفر رو میز جمهوری اسلامی هم یک نهاد نمیتونه به تنهایی تصمیم بگیره، یعنی باید انعطاف پذیر داشته باشه، برای اینکه نمیشه پروژه غنی سازی رو به هر قیمتی پیش برد. خب افکار عمومی به نظر من تعیین کننده خواهد شد. این پیشنهاد مثبته. دوم، پیشنهاد اینه که نمیشود ایران در برجام بماند، از مزایاش استفاده نکند. طبیعتاً در چنین وضعیتی میشه به سمت حرکت رادیکال، بازی با ریسک بزرگ. بازی با ریسک بزرگ، ایران میره به سمت غنی‌سازی 20%، 90% و امکانات خودش رو افزایش میده. اون موقع اروپا، آمریکا و اسرائیل دو تا آپشن دارن، یا وارد باید جنگ بشن یا وارد مذاکره بشن. دوباره همین وضعیت میشه که صورت میگیره. بنابراین قبل از که اون کار صورت بگیره، اونها بگن آقا ما میخوایم که این وضعیت توی وضعیت مثبتی قرار بگیره، اگر صلح و امنیت میخوان، بنابراین میتونن قبول کنن که به برجام برگرده، ولی در این حال برای مذاکرات، برای ملاحظات بعدیشون مذاکره کنن. طبیعتاً اون مذاکره امکان موفقیت داره، ولی هر نوع رفتار رادیکال هم رادیکالیسم رو در ایران افزایش میده، هم امکان بازی با ریسک بزرگ، و همین که اروپا اگه صلح بشه بیش از همه در بازار اقتصادی ایران سود خواهد برد، و اگه جنگ بشه بیش از همه ضرر خواهد. وقتمون تقریبا تمومه، ولی آقای گلپور خیلی کوتاه جواب دادید. سوال آخر رو از شما میپرسم، خیلی وقتمون کمه. بازی با ریسک بزرگ، اروپا قضیه را اینطور میبینه؟ نه، اروپا بسیار محافظه‌کاره. در چارچوب امضایی که دادن میگن بیشتر از اون کار کردیم، و
و بازی با ریسک بزرگ تخصص جمهوری اسلامی و بعضی از جناح‌های بسیار رادیکال جمهوری اسلامی که امیدوارم برصورت مردم ایران پاسخ درست رو به این متشکرم. ممنونم از مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از پاریس، و علیرضا نامورحقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا. روزنامه اسرائیلی یدیعات آهرونوت در گزارشی اعلام کرده که دستگاه‌های امنیتی اسرائیل با اجیر کردن یکی از نزدیکان محسن فخری زاده یک نوار صوتی محرمانه از او به دست آورده بودند. به نوشته این روزنامه، محسن فخری زاده از مسئولان ارشد فعالیت‌های هسته ایران که دو هفته پیش درو شد، در این مکالمه از تلاش خود برای ساخت 5 کلاهک هسته‌ای می‌گوید. رونن برگمن نویسنده این گزارش میگوید که این نوار را ایهود اولمرت، نخست وزیر وقت اسرائیل، در سال 2008 برای جورج بوش، رئیس جمهوری وقت آمریکا پخش کرد و این باعث همکاری نزدیک دو کشور علیه برنامه هسته‌ای ایران شد. رونن برگمن، خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز و روزنامه اسرائیلی یدیعات آخرونوت از تل آویو با ماست. آقای برگمن کتاب‌های متعددی دارند در مورد رفتار و عملیات نیروهای اسرائیلی علیه ایران، از جمله کتاب برخیز و اول توبه کش، تاریخ مخفی ترورهای هدفمند اسرائیل. آقای برگمن، چرا در تمام این 12 سال حرفی از این نشست سری بین ایهود اولمرت و جورج بوش نبوده و گفته نشده بود که چنین فایل صوتی وجود داره؟ حتی در اوج گفتگوهای برجام که اسرائیل تلاش میکرد اون گفتگوها به نتیجه نرسه. خب در درجه اول جورج بوش، پرزیدنت بوش، محتوای این نوار رو با آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا به اشتراک گذاشت، مطرح کرد با رئیس CIA وقت و مشاور امنیت ملی خودش در اون زمان و ایالات متحده که در مورد برجام پیشتاز مذاکرات بود، رهبر مذاکرات بود، از این نوار آگاه بود. از این نوار استفاده شد برای اینکه موضع اسرائیل بهتر بیان بشه، چیزی که اسرائیل داشت تلاش میکرد که اثبات کنه، و اون اینکه ایران در سطح دولتی داره جهان رو فریب میده، در سطح حکومتی درباره برنامه نظامی، جنبه نظامی پروژه هسته خودش، بخشی که آقای فخریزاده رهبری اون رو بر عهده داشت. من فکر میکنم ماهیت چنین اطلاعاتی میتونه طبیعتاً توجیه کنه و روشن کنه. طبیعتا من کسی نیستم که تصمیم بگیرم که این باید منتشر بشه، آشکار بشه یا نه، و در مورد دیگری وقتی که موساد اطلاعاتی آرشیو ایران رو دزدید، در آرشیو پروژه مخفی آماد رو دزدید از ایران، نخست وزیر نتانیاهو تصمیم گرفت که این رو فاش کنه به صورت عمومی و این رو خوب به همه نشون داد و به جهان گفت، و خب گفت که این اتفاق افتاده. شما به خاطر دارید اون کنفرانس خبری معروف سال 2018 رو. در این مورد یک اطلاعات خیلی حساسی بود که منابع بسیار حساسی اینو به دست آوردن، و بنابراین منابع آژانس‌های اطلاعاتی اسرائیلی تصمیم گرفتن که این منابع خودشون رو فاش نکنن. کسی که به شما این اطلاعات رو داده در چه سطحیه؟ تا چه اندازه میشه به دقت و درستی اطلاعاتی که به شما ارائه شده اطمینان کرد؟ این یک منبع نیست، بحث چندین منبع هست در یک مقطع بلند مدت گزارشگری. من مدت‌های مدیدی آقای فخری‌زاده رو دنبال می‌کردم، روش کار می‌کردم، اما بیشتر اطلاعاتی که در این گزارش من نقل قول شده ازش، از جمله دست‌نوشته‌های خود آقای فخری‌زاده با خودکار آبی که نوشته، اینها از اون گنجینه بزرگی که موساد در ژانویه 2018 سرقت کرد و از ایران به اسرائیل برد، از اونها به دست اومده. صحت و اصالت این مطالب مورد تایید
آژانس‌های متعدد اطلاعاتی از جمله بریتانیایی‌ها، آلمانی‌ها، آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها، روس‌ها و چینی‌ها قرار گرفته و از همه مهم‌تر خود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از این مواد استفاده کرد، از این اطلاعات استفاده کرد. بنابراین خود آژانس این رو به عنوان آرشیو اوریجینال و اصل پروژه آماد باش رفتار کرده. در کنار این، اضافه بر کاری که همکاران من و خودم در نیویورک تایمز کردیم و در این باره نوشتیم درباره این عملیات اطلاعاتی و این مدارکی که به دست اومد، گروه‌های مختلفی، بسیار از گروه‌های دیگر از جمله اندیشکده‌ها بودند، کندی سکول در هاروارد بوده، اینها فعالیتی که کردن این مواد رو، این اطلاعات رو سکن کردن و همشون به یک نتیجه رسیدن و اینکه این اطلاعات اصل، این اسناد اصل ایرانی هستن و بخشی از پروژه آماد و آرشیو اون بودن و ثابت میکنن که ایران داشت تلاش میکرد که سلاح‌های هسته‌ای بسازه و در مقطع بسیار پیشرفته تری بود از اون چیزی که قبلا فاش شده بود. یک چیز دیگر که همه باید بدونن اینه که آرشیوی که داریم صحبتش رو میکنیم به سال 2003 برمیگرده، تا سال 2003 به عقب میره و البته یک بحثی در جریان خواهد بود اینکه از سال 2003 به بعد در ایران چه اتفاقی افتاده. اما واقعیت چیزی که تا سال 2003 اتفاق افتاده در اون باره تردیدی نیست. ایران داشت این پروژه رو جلو می برد، آقای فخری‌زاده رهبر این پروژه بود و اسناد بسیاری که به دست اومده و بسیاری از دست‌نوشته‌های او، امضای او، شرکت او به عنوان مهندس محسن در بسیاری از این میتینگ ها، این ملاقات ها، همه اینها رو ثابت میکنه. ممنونم از روننبرگ. من خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز و روزنامه اسرائیلی یدوت آخرونوت. روسیه از امروز تزریق واکسن کرونا به ساکنان مسکو را شروع کرده، واکسنی که این کشور ساخته و میگوید در بیشتر از 95% موارد مؤثر بوده. با این حال نگرانی های درباره دقت آزمایش های بالینی آن وجود دارد. در بعضی کشورهای اروپایی هم قرار است تا کمتر از 4 هفته دیگر توزیع و استفاده از واکسن کرونا شروع شود. در ایران اما هنوز برنامه جدی و مشخصی برای واکسینه کردن شهروندان اعلام نشده. پوریا ژافره گزارش می‌دهد. اینجا پایتخت روسیه مسکو، اولین شهری که ساکنانش در برابر ویروس کرونا واکسینه می‌شوند. از 13 میلیون نفر ساکن مسکو، اولویت با آنهایی است که در مدارس، مراکز درمانی و سازمان تامین اجتماعی کار می‌کنند. ده‌ها هزار نفر برای واکسینه شدن در این آخر هفته ثبت نام کردند. واکسن همان اسپوتنیک است که روسیه اواسط تابستان گذشته خبر از ساختنش داد. این واکسن ثبت رسمی شده. به اندازه کافی تحقیق کردیم که بدونیم 92% شانس موفقیت داره. اگه قرار باشه که از بین ابتلا به این بیماری خطرناک یا واکسن زدن یکیشو انتخاب کنیم، مشخصه کدومو ترجیح میدیم. گفته شده تا پایان سال 2 میلیون واحد از این واکسن تولید میشود. ولی نگرانی هایی هم وجود دارد. اینکه به اندازه کافی در مورد عوارض جانبی آن تحقیق نشده و اینکه شاید برای روسیه مطرح شدن به عنوان اولین تولید کننده واکسن مهمتر بوده تا اطمینان کامل از بیخطر بودن آن. فکر کنم یک دلیل شروع سریع طرح واکسن زدن به خاطر بالا بودن آمار کرونا در روسیه است. همین دیروز 27,000 مورد جدید در کشور شناسایی شد که 7,000 تا در مسکو بود و تعداد کسانی که بر اثر بیماری میمیرند هم بسیار بالاتر از موج اول بیماری در بهار گذشته است. در ایران بر اساس آمارهای رسمی نسبت جانباختگان و مبتلایان به کرونا از بیشتر کشورها بالاتر است. با این حال هنوز برنامه مشخصی برای واکسینه کردن از سوی وزارت بهداشت و یا سایر مقامهای این کشور اعلام نشده است. گزارش شده شرکت شفا فارمد از زیر مجموعه های هلدینگ برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام در حال تهیه یک نوع واکسن است. در همین حال ایران برای گرفتن سهمی از واکسن‌های سازمان جهانی بهداشت هم ثبت نام کرده.
هرچند متخصصین پیش بینی می‌کنند ایران در نهایت از خریداران اصلی همان واکسن اسپوتنیک ساخت روسیه باشد. در شرق و غرب ایران اما دولت‌ها اهداف روشن‌تری برای واکسینه کردن شهروندانشان اعلام کردند. در افغانستان جایی که آمار رسمی ابتلا و مرگ نسبتاً پایین بوده، رئیس جمهوری با اطمینان میگوید حداقل 60% از جمعیت کشور به واکسن کرونا دسترسی رایگان خواهند داشت. پیام خوش دارم که فعلا اطمینان داریم که انشالله تعالی برای 20% مردم افغانستان در قدم اول واکسن ضد کرونا را تهیه کنیم و برای 40% مردم افغانستان در مرحله دو. رئیس جمهوری عراق هم روی گفته‌های چندی پیش خود تأکید کرده که وقتی داروی پیشگیری در دسترس باشد همه مردم عراق به صورت مجانی می‌توانند واکسینه شوند. در آمریکا و اروپا هم طرح واکسن برای عموم مدتی است که در حال بررسی است و دست کم در بریتانیا انتظار می‌رود تا قبل از پایان سال جاری میلادی شروع شود، سالی که به خاطر ویروس کرونا در یادها خواهد ماند. جانها و مالهای بسیاری در سراسر دنیا از این ویروس ضربه خوردند. اما با آمدن انواع واکسن به بازار، انگار در پایان این مسیر تاریک کورسوی از روشنایی دیده می شود. پوریا جعفر، BBC. در ایران غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان میگوید حل مشکل فاضلاب و آب گرفتگی معابر در این استان وظیفه اون نیست و بر عهده شهرداری هاست. آقای شریعتی دو روز پیش به رئیس جمهوری ایران گفت 50 میلیون یورویی که پارسال برای حل این مشکل دریافت کرده کافی نیست و به 3 برابر این مبلغ نیاز دارد. ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بعضی از مقام‌های محلی دیگر هم از پذیرفتن مسئولیت در این زمینه شانه خالی می‌کنند. پرهام قبادی در این باره گزارش می‌دهد. اعتراض سیل زدگان استان خوزستان در مقابل دادگستری بندر امام خمینی یا همان سربندر، تجمعی هم جلوی شهرداری این شهر. خواهان استعفای مسئولانه به قول آنها بی کفایت هستند. استان نفتخیزی که مردمش از این ثروت بی بهره اند. اگر این مسئولی ها میتونن داخل این مو بخوابن تا منم بخوابم، این مو که میخوای خونه بره بیرون. مسئولین مملکت با ما نیستن. کارون دارند اما آب شرب تمیز ندارند و معضل جدی فاضلاب که سالهاست ادامه دارد. فاضلابی که هم به کارون میریزد و هم به کف خیابانها و با کوچکترین بارانی زندگی خوزستانی ها هم زیر آب میرود و هم لجن. زالو داخل خونه های مردم اصلا انگل زد به پادلمون. فاضلاب یعنی چی؟ یعنی کثیف‌ترین آلودگی دنیا داخلشه. با این حال غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان میگوید وظیفه او نیست که مشکلات فاضلاب این استان را حل کند. ببخشید وسط صحبت بله. شما چند سال استاندار خوزستان هستین؟ 4 سال. آقای شریعتی در این 4 سال چقدر از این مشکلی که اشاره میکنین و خودتون اقدام به رفعش کردین؟ اگه خاطر شریفتون باشه من از دارم که این جزء وظایف شهرداری هاست. سیستم فاضلاب اهواز هم نواقص جدی داره. از مردم خوزستان از استانداری برای رفع این مشکل چند ساله انتظاری نداشته باشن دیگه. ما قضاوت زودرس داره ایچی میکنید. بذارید من کلام هم تمام بشه. بعدش اگر که شما ایرادی اشکالی برش داشتید بفرمایید. و اگر هم قضاوت به نتیجه گیری خواستید بکنیم بفرمایید. آخه آقای استاندار ما 2 بار از شما سوال پرسیدیم، شما هر 2 بار گفتیم وظیفه شهرداریه. البته 2 روز پیش آقای شریعتی در جلسه‌ای با رئیس جمهوری ایران گفت که 50 میلیون یورو برای حل این مشکل دریافت کرده. قراردادی که نصیب قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران شده. اما گفت این پول کافی نیست و 90 میلیون یورو دیگر هم نیاز است تا حدود 67% مشکل حل شود. اومدید و امسال 50 میلیون یورو الان در اختیار است برای اصلاح شبکه فاضلاب. 40 میلیون یورو فاینانس خارجی برای تصفیه‌خانه فاضلاب غرب الان شروع شده و 50 میلیون یورو هم امیدواریم در سال 1400 باز بشود که ما 50% نیاز مالی برای به تکمیل شبکه فاضلاب با این 140 میلیون تأمین بشود.
اما با طراحی‌هایی که مشاور شد انجام داده بودن بین 67% تا 70% مشکلات فاضلاب اهواز حل می‌شود. باران فروردین سال پیش هم خوزستان را زیر آب برد. اما موقعی که بهشون رای بدید بیان بالا دیگه خدا رو نمی‌شناسن. چه برسه عملکرد نهادها همان موقع هم انتقاد برانگیخت. مثلا این ویدیو نحوه آبروبی در محله ای از اهواز را در پی آب گرفتگی سال پیش نشان می‌دهد. بسیاری از مسئولان میگویند که مشکلات به آنها ارتباطی ندارد. این حبیب آقاجری نماینده ماه شهر در جواب یک زن معترض. و مردی معترض که سر فرماندار ماه شهر فریاد میزند. مردمی که ذخایر انرژی زیر پایشان بخش بزرگی از هزینه های کل کشور را تامین می کند، خودشان ناچارند در محرومیت صورت را با سیلی سرخ نگه دارند. پرهام قبادی، بی بی سی. در همین رابطه باید اضافه بکنم که میتونید بر روی شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال بکنید. تازه‌ترین خبرها در خصوص همین سیل رو بر روی اینستاگرام بی بی سی فارسی خبری منتشر شده، مبنی بر اینکه شماری از سیل زدگان استان خوزستان مقابل دادگستری و شهرداری بندر امام خمینی تجمع کردن و خواستار استعفای مسئولانی شدند که بی‌کفایت توصیف کرده بودند و گزارش شده که بعد از این تجمع شهردار بندر امام تعلیق شده. میتونید همینطور بر روی تلگرام و فیسبوک و توییتر هم ما رو دنبال بکنید و ضمن اینها این برنامه و برنامه‌های قبلی ما در وبسایت بی بی سی فارسی قابل دیدن و شنیدن و همینطور بر روی کانال ما در یوتیوب. ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.